رسیدن یکی از کمک های کشورهای جهان به افغانستان به خاطر شیوع ویروس همگیر کرونا، کمکی که تا اکنون معلوم نیست برای کی و چه زمانی توزیع خواهد شد. مسئولان اداره ملی هرات سهمیه هرات را از معموله 75 هزار تونی گندم اهدا شده کشور هندوستان 12.5 هزار تن برای این فرآیند میگویند. معاون والی از ذخیره نمودن این کمک ها در سیلوی هرات صحبت میکند. امروز شاهد اولین محموله گندم کمکی از طرف کشور دوست هندوستان هستیم. به مقدار 75 هزار تن در مجموع کل ولایات که شامل 5 ولایت میشه این کمک های ارسال میشه و سهمیه ولایت هرات ما 12.5 هزار تن هست و امروز اولین محموله که 5 هزار تن هسته وارد هرات شد از طرف چابهار و انشالله به مدت یک ماه فکر کنم احتمالاً همون 3 مرحله 12.5 هزار تن وارد سلیه هرات میشه. 75 هزار تن گندم اهدا شده دولت هندوستان به افغانستان به گونه مرحله وار از طریق بندر چابهار ایران به کشور فرستاده می شود که امروز در مرحله نخست 5 هزار تن آن به هرات رسید. همزمان با این، مسئولان ریاست نمایندگی ارتباط خارجه هرات از تلاش های رهبری وزارت امور خارجه در سطح جهانی برای جلب کمک های بیشتر به کشور سخن می گویند. مقامات مرکزی وزیر ربط وزارت امور خارجه افغانستان در با آنها در حال صحبت هستند. به زودی شما شاهد از این مسئله خود بودین که کشورهای دیگه اعلان حمایت و همکاری پیرامون مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان خواهد داشتند. از سوی هم معاون والی هرات در پاسخ به پرسش خبرنگاران اینکه مقدار گندم کمک شده چه زمانی به مردم نیازمند توزیع می شود پاسخ روشنی نداد. معلومه چی وقت توزیع میشه؟ این معلومات را دقیق نمیتونم تاریخ را بگم، اما چیزی که رسید ما میفهمیم دیگه. معاون صاحب شما اگر من نمیتونم تاریخ و تایم بگم، اما همین اندازه که کل محموله ها میرسه و نسبت به اصرار هم ما رو هم کار میکنیم که به دست مردم برسه. قبل از شیوع ویروس کرونا قیمت یک بوجی آرد 50 کیلویی در بازار هرات 1400 افغانی بود که با شروع وضع قیود روزگردی 350 افغانی افزایش پیدا کرد. اکنون با دریافت این محموله گندم دیده شود که قیمت این نوع مواد غذایی مورد ضرورت عامه مردم در بازار تفاوت خواهد کرد یا خیر.